بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى فرمود و نام های نیک از آن الله است، پس او را با آن نام ها بخوانید و کسانی را بگذارید که در نام های الله کجروی میکنند. ابن ابو حاتم نظر ابن عباس رضی الله عنهما را در این باره اینچنین ذکر کرده است: در نام های الله کجروی میکنند، یعنی شرک میورزند. و از ابن عباس رضی الله عنهما نقل است که در تفسیر آن گفته است: نام لات را از اله و عزا را از عزیز گرفته نامیدند. و از اعمش در تفسیر آن آمده است که در نام های الله اضافه میکنند آن چیزی را که از آن نیست. در این باب رد بر کسی است که میگوید کتاب توحید تنها شامل توحید الوهیت است و از آن الله، یعنی طریق توحید، اینجا تقدیم خبر است، زیرا تقدیم آن چیزی که حق آن بد آوردن است افاده حصر میکند. نکوتر، یعنی کاملترین حسن را از همه جهت رسیده است و در آن نقص نیست. پس الله سبحانه و تعالی به آن نام ها دعا کنید. یعنی دعای الله سبحانه و تعالی به نام هایش دو معنا دارد: یکم دعای عبادت، دوم دعای مسئلت. دعای عبادت به این که الله را به مقتضای این نام ها بپرستند. مثلا البصیر تقاضا میکند که الله سبحانه و تعالی به مقتضای این نام بپرستد، به حیث که از اون فعل را نبیند که آن را نپسندد. دوم دعای مسئلت، نام الله را پیش از دعا تقدیم کند، در حال بدنش با آن وسیله جوینده به سوی الله، مثل گفتنی پس مرا از نزد خود مغفرت کن و مرا رحمت کن، همانا تو آموزنده و مهربانی. الحاد، الحاد از آن چیزی که در آن اعتقاد کردن واجب می باشد و گشتن است. و الحاد تقسیم می شود به دو: یکم الحاد در نام ها و صفت ها، دوم در آیت ها. در نام ها و صفت ها الحاد ورزیدن از آن چند نوع است. یکم همه نام ها یا بعضی اش را انکار میکند، مثل جهمیه. دوم اسم را اثبات میکند و صفت را انکار میکند، مثل گفته آنها که میگویند شنواست به شنوایی. سوم آنها را دلالت کننده بر تشبیه قرار میدهد، مثل ممثله. چهارم از نام های الله برای بت ها نام ها میگیرد، مانند عزا از عزیز. پنجم الله را به نام می نامد که خود را به آن ننامیده است، مثل کسی که می گوید الله یکی از آن سه است یا او بر اختراع قدرت دارد. دوم در آیت ها الحاد ورزیدن، یعنی خواه آیت ها شرعی باشد، مثل کسی که می گوید قرآن مخلوق است، یا که کونی باشد، مثل کسی که می گوید طبیعت اشیاء را می آفرد. مسئله های این موضوع: یکم اثبات نام ها برای الله تعالی برخلاف جهمیه و غلات معتزله. دوم نام های الله نکو هستند، یعنی در حسن و کاملترین آن رسیده است. سوم دستور به این که الله را به آن نام ها دعا کنیم، یعنی دعای عبادت و دعای مسئلت، و در هر دویشان هم شده است که الله را به این نام ها دعا کنیم. چهارم ترک انسان هایی که در نام های الله کجروی کردند، یعنی راه آنان را ترک کردند، و معنیش این نیست که آنها را دعوت نکنیم و برای آنان بیان نکنیم و باز آیت تهدید را در بر می گیرد. پنجم تفسیر الحاد در نام های الله. ششم وعده عذاب برای کسی که در نام های الله کجروی میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.